بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام و علی خبیبنا رسول الله و علی و صحبه و من والا خیلی شنیدیم از پدران و مادرانی که مینالند از بچه هاشون بچه های آق شده بچه های ظالم بچه های ستمگری که همه این زحمت ها رو نمک بد حرومی کردن اما من میخوام یه قصه ای براتون تعریف کنم قصه ای که در ریاض و به اتفاق افتاد و دادگستری ریاض هم وا مونده بود که این چه حکایتی است عجیبترین حکایتی که در دادگاه ریاض بررسی شد آقای هیزان فهیدی بود و برادر کوچیکش دعواش داشتن دعوا سر چی بود سر مادر هیزان پیرمرد و مادرشون که یک پیرزال سال خوردهی هست همین کچولو اینقدر جمع جور شده بود مچاله شده بود زمانه اون رو مچاله کرده بود همه وزنش 20 کیلو بود روی این دعوا داشتن که هیزان فهیدی که یک پیرمرد بود و الان به صلاح و از حال زندگیش هم چندان تعریفی نداشت اصرار داشت که مادر مادر منه من باید خدمتش کنم این آخر عمری نمیذارم که این بهشت دروازه بهشت از من گرفته بشه برادر کوچیکش میگفت برادر وضع زندگی من بهتره من وضع اقتصادیم بهتره بهتر میتونم به مادر خدمت کنم اجازه بده که مادر رو من ببرم گفتن نه این بهشت دروازهش مال منه اون میگفت که نه من باید از راه مادرم برم بهشت پیامبر خدا فرمودن که خود به سر اون کسی رقم انف رقم ان ذلیل و خارب شد اون انسانی که مادرش یا پدرش یا هر دوتا رو در زندگیش داشت و از راه اونو نرفت به بهشت این دوتا با هم دعوا دارن قضیه میره به دادگستری در دادگاه قاضی میمونه که به کی چه حقی رو بده از مادر میپرسن مادر میگه که این بچه مثل این چشمه این بچه مثل این چشمه من نمیتونم بین بچه هم فرق قائل بشن بعدش آقای دادگاه قاضی حکم میکنند به اینکه که به صلاح این برادر کوچیکتر و از اقتصادیش بهتر بیتر بدونه به مادر برسه به مادر رو تحویل ایشون میدن و برادر بزرگ زار زار گریه میکنه که این بهشت من از دستم رفت پیامبر خدا صلی الله علیه در روایت اومده که فرمودن که بهشت زیر پای مادران هست رسیدن به پدر و مادر خدمت پدر و مادر پدر و مادر دو دروازه بهشتن وقتی خداوند متعال از عبادت و توحیدش حرف میزنه وقت الله ولا تو بهی بیهی شیعا و بالوالدین احسانا بعد از توحید الهی رسیدن و رسیدگی به پدر و مادر وقتی از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسیدن که بهترین و عزیزترین کار در نزد خداوند چی هست فرمودند که نماز در وقتش گفتن بعدش فرمودند که رسیدگی به پدر و مادر وقتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و پرسیدن که عزیزترین شخص برای من کی باید باشه که باش بشینم نشست و برخواست داشته باشم و بهش برسم فرمودن مادرت گفتم بعد از مادرم گفتن مادرت بعد از مادرم گفتن فرمودن مادرت گفت بار سوم فرمودن پدرت پس پدر و مادر دو دروازه بهشتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که پدر اوسط و ابواب الجنه از بزرگترین و بزرگترین و مهمترین دروازه بهشت هست پس این دروازه بهشت رو هر کسی از دست داد واقعا خودش رو از دست داده و بهشت رو از دست داده میخوای هر کسی باشی میخوای شهید باشی میخوای بهترین انسان باشی روی زمین میخوای میخوای هر که باشی هرگز نمیتونی وارد و هشت بشی مگر این که بتونی محبت و دل پدر و مادرت رو به دست بیاری